سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگری از سری برنامه‌های سردبیر در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. مطابق چهارشنبه‌های هر هفته در خدمت جناب آقای حمید آصفی هستیم، تحلیلگر سیاسی از ایران که قبول زحمت کردن همراه من هستن در این برنامه. سلام عرض میکنم جناب آقای آصفی و بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. بنده متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و خوشحالم که باری دیگه هستیم و امید که این برنامه هرگز تعطیل نشود. بسیار سپاسگزارم و بسیار امیدواریم با توجه به مشکلاتی که در پیش رو هست، امیدوارم که واقعا این آرزوی ما برآورده بشه. جناب آقای آصفی ظاهرا خبرگزاری فارس خبری رو منتشر کرده مبنی بر اینکه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده است که قرار هست اجرای در واقع پروتکل الحاقی رو متوقف بکنه. این مسئله میتونه در واقع یک چالش بسیار بزرگی رو برای ایران و کشورهای پنج بلاوی یک ایجاد بکنه و دردسرهای تقریبا زیادی رو در مسیر بازگشت به برجام احتمالا ایجاد خواهد کرد. خواستم نظر شما رو بپرسم، به نظر شما اهدافی که در پشت این داستان و این اقدام جمهوری اسلامی هست چه میتونه باشه؟ ببینید، از وقتی که آقای بایدن پیروز انتخابات شد میشه گفت به یک نوعی آرایش سیاسی در اون جناح‌های جمهوری اسلامی رو هم به یک شکلی به قول معروف دچار تغییر تولرانس کرد. نیروهایی که اصولگراهای معتدل که در متعین شده در چهره‌هایی مثل آقای حسن روحانی و اون شبکه سیاسی خودش هست، اینها بر این باور بودن که خب می شود چون همون وزرا و همون افرادی که در توافق برجام نقش مهمی داشتن همونها مجدداً سکاندار سیاست خارجی و امور ایران شده و اینکه می توانند به سرعت این تحریم ها برداشته بشه، ایران هم امریکا هم برگرده، ایران هم سریع از این تعهدات خودش که به اصطلاح عدول کرده بوده اینها رو کنار بذاره. اما غافل از این بودنه خیلی تحلیل ساده انگارانه و که میشه گفت در این درون حتی کسی دولتی که خودش توی برجام بوده، تحلیل ساده انگارانه تری دیگه در اردوی اصولگرایان و هسته مرکزی قدرت و خود آقای خامنه‌ای با یه تحلیل کاملا ساده انگارانه تصور میکردن که الان وقت امتیاز دید. در این سه سالی که ما تو تحریم رفت کشور و ترامپ چنان ریل گذاری روی به اصطلاح این فشار رو ایران و محاصره اقتصادی ایران گذاشته بود که میگفتن الان دیگه وقتشه که این یک بیچاره یک شکست سنگینی خورده و الان وقتشه که ما دیگه امتیازات رو بگیریم و دوز اختیارات رو بالا ببریم. حالا برخی ها تحلیل ها اینجا گوناگونه، این تحلیل ها بیشترش به نظر من آمیخته با حماقت بود از هر سوی از درون جناح، که حالا برخی ها اومدن میگفتن که نه، این بالا بردن دوز تقاضاهای جمهوری اسلامی از امریکا و این مصوبه مجلس به خاطر اینکه میخوان فقط اون کشاکش‌های جناحی بار دیگه برجان دست آقای روحانی نیفته و اینها نروند این حرکت رو بکنن این رو گذاشتن. خب در حالی که به هر حال خود مسئله برجام یا اگر بخواد مذاکرات مجددی بشه، آقای ظریف و یا آقای روحانی چه اختیاری دارن که بخوان سر خود و بدون اجازه مقام عالی کشور بخوان دست به یکم چی کاری بزنن؟ از اون ور دیگه هم میگفتن که نه، حالا ما میخوایم این اگر قرار بر مذاکره و مصالحه باشه این در دامن ما بیفته. این تحلیل خودش شاید به واقعیت نزدیکتر، اما بسیار تحلیل ساده انگارانه و از یک بلاهت محض سیاسی هم برمی‌خواست که اینها پی در پی فشار رو گذاشتن، تهدید میکردن ایران جمهوری اسلامی سر صندلی داغ نشسته، این باید بگه آخ، این باید از اون صندلی بلند شه.
آقای بایدن آقای امریکا چه مسئله ای دارن الان اگر جمهوری اسلامی اصلا تا 100 سال دیگه هم تحریمش باشه و اصلا باشه هم رابطه ای نداشته باشه، چه ضربه ای به اقتصاد امریکا وارد میشه اگر قراره بر ببخشید اگر قراره بر محدودش بکنن قدرت موشکیش رو یا اجازه ندن در منطقه، خب با یک زمان تندتری میتونن در خود بکنن، تعارفی ندارن. به هر حال در یه زمانی حالا داعش بود، حضور ایران لازم بود، در کنار نیروهای امریکایی کمک میکردن، الان که دیگه پدیدن دیگه وجود نداره. بنابراین یکی پس از دیگری سنگرهای مهم جمهوری اسلامی در منطقه میشه گفت دچار یک لرزی شدیدی ایجاد شد. الان در راستای همون مسبب و در راستای همون تحلیل ساده انگارانه میان نامه رو می نویسن که میدن ما میخوایم وفق مسببه از این پروتکل الحاقی خارج بشیم و فقط توی اون قرارداد پادمانی هست. قرارداد پادمانی هم قرارداد عامی که آژانس بین المللی اتمی داره، داوطلبانم هست، ولی قرارداد پادمانی قرارداد الحاقی قراردادی که مثلا مکمل بود که ما نظارت های مثلا آژانس رو بر می داره، حتی میکنه دوربین ها رو هم ببندن و سطح غنی‌سازی رو بالا ببرن. و جالب اینه که در این اعلامیه‌شون هم میگم که امریکایی‌ها بیان اگر سریع چیز شد مثلا تایم‌ها رو برداشتن ما مجدداً میتونیم مثلا برگردیم به این قضیه. حالا جالب اینه که آقای خامنه‌ای هم میگفت که یه زمانی خب اول میگفتن اول توبه بکنه امریکا، بعد از اینکه توبه کرد بیاد خسارت بده، بعد از اینکه خسارت داد تحریم ها رو برداره، بعد یه مدت هم بگذاره ما باور بکنیم، بعد این رو بکنه قانون که دیگه هیچ دولتی دیگه هیچ رئیس جمهوری دیگه نتونه بیاد، بعد ما وارد حاضرین بیاد امریکا وارد برجام میشه. ما ببینیم چیزی در این کشور باقی نمونده، کشوری که خودتون آمار میدید که 60 میلیون نفر 65 میلیون نفر محتاج یارانه هستن، یعنی چی؟ یعنی که یک فقر کشنده. کشوری که بالای 3-4 میلیون نفرش دچار فقر خشن و سونامی سوء تغذیه را میندازه، کشوری که وضعیت اشتغالش، وضعیت بازنشسته هاش، وضعیت اینه که رکود تورمی وحشتناکی که در عرصه های زندگی شما ببینید الان در خود تهران آماری که ما امروز مطالعه میکردیم و دوستان اقتصاددان ما کمک میکردن در آوردن این رو، یعنی یه سبد بر اساس سبد خانواری که خود جمهوری اسلامی تعریف میکنه، یعنی یه کارمند یه کارگر باید 109 سال کار بکنه تا بتونه یه خونه در تهران بخره، در شهرستان ها 66 سال باید کار بکنه که این در استاندارد جهانی 10 ساله. یعنی در استاندارد جهانی میگوید یک کارگر و یک کارمند بر مبنای سبد خانواری که تعریف میکنن اگر با پسندازی که از حقوقشون میکنن که یک سوم هم بیشتر نباید باشه، ظرف 10 سال اگر نتوانن صاحب مسکن مناسب باشن، این اقتصاد اقتصاد بحرانیه، این اقتصاد دچار یک بحران جدی شده و باید باش برایش یک راه حلی پیدا بکنه. تو جمهوری اسلامی ما به اینجا رسیدیم، ما نشستیم سر صندلی داغ داریم شرط تعیین میکنیم برای کشوری که 10,000 کیلومتر از ما، نمیدونم 10,000 کیلومتر چند هزار کیلومتر از ما فاصله داره، برای اون شرط تعیین میکنیم که مثلا شما باید این کار بکنید این کار بکنید این کار بکنید تا ما برگرد تا اجازه بدید شما برگردیم به برجام. نه آقا جان، شما باید برگردید، شما باید تو برجام بمونید، نهایتا هم میمونید، شما این برجام رو به هم میزنید و این برجام مرده است. از نظر من بارها این رو گفتم، قرارداد مکملی که باید آمد اسمش برجامی دیگه وجود نداره، همون برجام های 1 و 2 رو ترجمهش تو جمهوری اسلامی. شما برای بقای جمهوری اسلامی مجبورید پای موشکاتون بایست برید مذاکراتتون رو کنید، باید برید بحث سنت هسته‌ای رو برای همیشه حل بکنید، این غروب هسته‌ای رو ابدیش بکنید، باید از حوزه منطقه خارج بشید. این سیاست خارجی چنان هزینه زا شده که الان پاشنه آشیل حتی رهبر بعدی هم هست
و هر نیروی دیگه هم تو ایران بیاد، اینقدر مشکلات الان آفریده شده، واقعا این کشور به این راحتی جمع جور دیگه نمیشه. اینا بر چه اساسی اینقدر قلدر معابانه و با یک از موضع بالا میان با یک کشوری که به هر حال اقتصاد اول جهانی رو داره، قدرت اول جهانی رو داره و اون حالا داره پنجه در پنجه چین باید بندازه؟ حالا آقایم حالا بر چه مبنایی دارن این کار رو میکنن؟ واقعا اینم از اون بلاحت‌های سیاسی است که در دوران ما داریم تجربه میکنیم و آیندگان باید بنویسن و کشف بیشتر بکنن و بیشتر پژوهش کنن که چه بر سر ایران و منافع ملی ایران رفت. بسیار سپاسگزارم. جناب آصفی، آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی مدت‌ها پیش اعلام کردن که ما دوستان خوبی در منطقه داریم، از چین و روسیه نام بردن و گفتن که در واقع قدرت در جهان در حال منتقل شدن به منطقه شرق هست و خب کشورها و قدرت‌های اروپایی و غربی رو پوشالی خواندن که هر آن امکان زوال اونها وجود داره. اما خب ما در دوره قبل از برجام شاهد این بودیم که حتی زمانی که قرار بود پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع بشه، چین و روسیه هم نسبت به اون رأی مثبت دادن. آیا چون این خوشبینی از طرف آقای خامنه‌ای و خب به تبع اون طبیعتاً تمام زیر مجموعه‌ای که در واقع تحت امر آقای خامنه‌ای هستن میتونه واقعی بینانه باشه؟ آیا واقعا شرق شامل کشورهای مثل چین و روسیه میتونن جایگزین یا تضمین کننده امنیت و در واقع اون چیزی که آقای خامنه‌ای ازش به در واقع ایجاد یک حفاظ امنیتی نام برده، میتونن تضمین کننده چون این چیزی باشن یا نه؟ ببینید، مسئله ای که آقای خامنه‌ای مطرح میکنه بخشی از حقیقته. بله، ما با یک گردش بزرگ تمدنی در حوزه جهان سرمایه‌داری روبرو هستیم. یک زمانی مارکس میگفت که انگلیس لندن کارخانه جهانی، الان میگن چین کارخانه جهانی، تولید جهانی. یک زمانی مارکس حتی میگفت که اگر چین به نظام سرمایه‌داری پا بگذارد، آرایش فراکسون‌های بزرگ جهانی سرمایه‌داری و قطب‌های بزرگ سرمایه‌داری رو به هم می‌ریزه. تقریبا پیش‌بینی‌هاش درسته. اما این چه ربطی داره به صحبت‌های آقای خامنه‌ای؟ چه ربطی داره به اقتصاد ایران؟ اشکال نداره آقای خامنه‌ای، شما هم اگر چین دوست شما هست، اگر متحد ما هست، اشکال نداره اصلا بگید آقا من بعد ما همه مراودات اقتصادیمون رو با چین می‌گذاریم. اما مگر افول امریکا قرار الان بشه وفق پیشبینی های اقتصاد سیاسی بین المللی شاید ظرف 10-12 سال آینده چین قدرت اول بشه و باز امریکا قدرت دومه؟ بازاری که امریکا برای چین هست، در اروپا برای چین هست، در قدرت‌های مختلفی هست، در بازار ایران چه نفعی به جز انرژی که میتونه به راحتی از سایر کشورهای عربی تامین بکنه، چه چیزی داره چین که منفعت اقتصادی داره که بخواد پای ایران وایسه اگر نخواد تنش‌های بین‌المللیش رو انجام بده؟ همین چین با آقای خامنه‌ای باید گفت 45 سال پیش مرحوم ما او رهبر چین نخست وزیرش چون لاین صدا میزنه میگه که آقا من هر چی فکر میکنم میبینم هیچ راهی برای نجات از فقر و عدم توسعه یافتگی نمیبینم الا اینکه مگر تنشمون رو با امریکا کنار بذاریم. و جالب بود در دوره ما دست به یک همچین تصمیم گیری رابطه با امریکا میزنه که اوج رقابت های ایدولوژیکشون با شوروی ها بود. یعنی اونا میگفتن ما ضد امپریالیستیم، اینا میگفتن ما ضد امپریالیستیم، چینی ها میگفتن. ایشون نامه بهش میگه، میگه آقای کیسینجر بنویس و نامه به کیسینجر میسه میگه این تیم پینگ پونگتون که بذارن یکی از کشورهای اطراف داره میاد، میگه اینو مثلا دعوت میکنن بیان توی پکن و میارنشون در کاخ ریاست جمهوری، اونجا ازشون به اصطلاح چیز میشه دیگه، مثلا پذیرایی و
به قول معروف ازشون دلجویی میشه و پیام آشتی رو بهشون میده، میگه ببرید برای دولتتون، میزبانی میکنن اونجا ازشون. اونجاست که ماو دیگه بعد از میگه من همه مسیرها رو رفتم، انقلاب فرهنگی رو انجام دادم، انقلاب اقتصادی اینجوری شد، انزوای استقلال اقتصادی من به انزوا رسید، فلان رسید، به این نتیجه رسیدم. هیچ کشوری روی این کره زمین به توسعه اقتصادی و پیشرفت دست پیدا نکرده مگه اینکه تشنجش رو آمریکا کنار گذاشته باشه. خب زمانی که آقای ترامپ آمد، نخست وزیر چین در اولین ملاقاتش با آقای ترامپ گفت ما 40 و اندی سال با شما تشنج زدایی و در صلح زندگی کردیم و میخواهیم 40 سال دیگه هم همین کار رو بکنیم. چین کمونیست. خب به اینجا میتونه، هنر اینه که مبارزه با امپریالیسم میخواد بکنید، 12,000 شرکت امریکایی رو بیارید، اپل رو بیارید اینجا بذارید تو چین برات کار بکنه، 850 میلیون کار ایجاد کنه چین، 350 میلیون نفر رو که تو زیر خط فقر اورد بالا، اصلا خارج کرد دیگه، فقیر ما در چین نداریم. اون درآمد سرانه هر چینی به 4000 دلار به بالا رفته. آقای خامنه ای اگر میخواییم حتی این کار رو بکنی، این الزاماتش همینه، پیشنیازاش همینه که ویتنام رفت، همینه که چین رفت. ما که از ویتنام، شما که از ویتنامی های که دیگه مرحوم به هوشیمین که دیگه انقلابی تر که نبودی، که تو جنگل ها که فرماندهی ویتکونگ ها رو اون به عهده گرفتن، که شما اینجا فرماندهی و جنگ و مبارزه با امریکا که نداشتید، که انقلابی تر که نیستید. اونا 60,000 از امریکایی ها کشتن و 3 میلیون شهید دادن. الان باز بزرگترین مرکز جذب سرمایه در ویتنام سرمایه های امریکایی هستن، که الان میتونه نزدیک به 500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلیشون باشه و چیزی حدود 180 میلیارد اینها میتونن صادرات صنعتی داشته باشه چین، ویتنام. چین هم به همین شکله. آقای خامنه‌ای مگر اون نوکر شد؟ مگر ویتنام نوکر شد؟ مگر چین با آقایی رسید یا به نوکری رسید؟ شما همین بنگلادش کشور مسلمان خودمون، جفت و خودمون، خانم حسینه اگه اشتباه نکنن نخست وزیر فعلیش، در ظرف 10 سال عرضه مملکت داری، یعنی این ظرف 10 سال میاد بزرگترین به قدرت دوم نساجی جهان بنگلادش رو میبره. اینقدر این مسئله هست که این نساجی و مازندران رو میان ماشین آلاتشون میخرن میبرن اونجا و همونو میکنن پایه علم نساجی خودشون. و الان نساجی مازندران اینجا ما به تبدیل کردیم به مگامال و یه سری چیزهای مخروبه، سلوهای مخروبه. آقای خامنه‌ای اون الان قدرت دوم نساجی جهان شده بنگلادش. آقای خامنه‌ای، خانم حسینه توانسته که قدرت دوم آیتی و نرم افزار برنامه نویسی بعد از هند بشه، یعنی اول هند بعد بنگلادشه. نوکر شد، دست امریکا رو بوسید، پایگاه داد به امریکا. این میگن، اینه میگن عرضه مملکت داری، اینه میگن فهم از توسعه، اینه میگن شناخت جهان جدید. اگر شما فکر میکنید که چین میخوای، اشکال هم نداره، باز ما اینجا مخالفت نیستیم، میگیم بکنید، ولی پیش نیازاش اینه FATF رو بپذیرید. پیشنهاداتتون پیشنهاد اینه که شما که دیگه انقلابی تر از ویتنام و انقلابی تر از چین که نبودید، با امریکا ترک مخاصمه بکنید، اصلا رقابت بذارید برای جذب سرمایه گذاریشون. نه، نمیخواید امروز چینیا بیان، ولی اگه چینیا بیان بازار انحصاری به دست خواهند آورد. من آماری رو بگم بگه بحثو ببندم. یک بار آقای زنده یاد مهندس صابی مطرح میکنه، میگه 700 میلیارد دلار بعد از انقلاب ما نفت فروختیم قبل از اومدن احمدی نژاد. من هی فکر میگفت 1000 میلیارد نظر بود. میگفت من هی فکر میکردم، اینو در حسین ارشاد مطرح میکرد، که چی شده ما که سرمایه گذاری نکردیم، چقدر حالا دزدیدن آقایون. بگرد گفت متوجه شدیم که اگر یک کالایی رو مثلا یا یک کارخانه کاغذسازی که در مازندران
120 میلیارد تو استاندارد جهانیشه، 120 میلیون دلار تو استاندارد جهانیش هست که بیان تاسیس کنه، فرانسوی ها اومدن 300 میلیون تومان میلیون دلار تاسیس کردن. بازار انحصاریه، یعنی میگفت تمام کالاهایی رو که ما مقایسه میکردیم که چیزی میگفت ما شعار مرگ بر امریکا دادیم ولی اروپا ما رو غارت کرد. بله اگه شما بخواید بازار انحصاری دوسته، چین مگه دوستی داره؟ روابط جهانی مگه بر مبنای دوستیه؟ بر مبنای همزیستی است؟ بر مبنای دوستی بخواد به تو پول بده، بخواد به تو تکنولوژی مجانی بده، بخواد به شما سرمایه گذاری بکنه، بخواد به شما یاری کنه در مبارزات ضد اسرائیلیتون یا ضد امپریالیستیتون؟ مگه همچین چیزی هست؟ این ورا باید دید اینه که این فهم توسعه رو وجود نداره. فهم میگه با ما بله چین به اینجا رسیده، داره چرخش تمدنی سرمایه داریش میاد این برو، اینا دوستان ما هستن، دوستان شما نخواهند بود. مطمئن باشی زمانی که چین قدرت اول جهانی بشه و قدرت نظامیش هم بالا ببره، یکی از کسایی که با شما میکنه سرشاخ بشه، که احتمالا با شما سرشاخ بشه، کما اینکه الان هم ثابت کرده دوستی نیست. به معنی اینکه الان اصلا قوانین شورای امنیت هم بذارید کنار، به معنی اینکه خزانه داری امریکا، قوه قضایی امریکا شروع کرد به تحریم در دوره ترامپ، اولین شرکت هایی که فرار رو برقرار ترجیح دادن شرکت های چینی بودن. روسیه الان خودش که اینقدر موزل داره که الان به عنوان کشور توسعه نیافته باید تلقیش کرد. پیشبینی این هست که البته شاید در عرض 20 سال آینده اگر تغییرات ساختاری جدی در روسیه ایجاد بشه، به باشگاه کلوپ کشورهای پیشرفته اقتصادی برسه. با این وضعی که البته فعلا داره چشم اندازی وجود نداره. پس بنابراین میمونه همون چی؟ این پیش نیازها هستن که آقای خامنه‌ای و کلا جمهوری اسلامی بهشون توجه به نظر من نمی کنن و آدرس غلط میدن. البته مردم به نظر من این چیزا رو خیلی خوب میفهمن، توجیه بیشتر نیروهای وفادار جمهوری اسلامی. بسیار سپاسگزارم جناب آصفی. آقای خامنه‌ای چندی قبل در یک جلسه که با فرماندهان سپاه داشتن، ایشون عنوان کردن که اگر در خانه بنشینیم و منتظر باشیم که دشمن به ما حمله کند باختیم، و ایشون اعلام کردن که خصوصا به سپاه، در واقع مخاطبشون این بود که شما همیشه باید پیش دستی بکنید. خب ما شاید فلسفه تشکیل و فعالیت گروه های مثل سپاه قدس و گروه های نیابتی که از طرف جمهوری اسلامی تشکیل شد هم همین گفته یا تفکر آقای خامنه‌ای، و احتمالا خب طبیعتا مشاورانی هست که دوروبر آقای خامنه‌ای هستند. و ما میبینیم گاهن کشورهای غربی مثل اتحادیه اروپا بر روی برخی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی قبلا چشم‌پوشی کردن، خصوصا در زمان ترامپ. الان چند وقتی هست بعد از آمدن آقای بایدن میبینیم فشارهای از طرف اروپا هم بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. مثلا کاردار سفارت ایران در بلژیک یا یکی از اعضای سفارت در بلژیک رو در واقع به ظن اینکه به قصد بمب‌گذاری در یک تجمعی رو داشتن بازداشت و محاکمه کنند. چند روز گذشته در ترکیه هم یکی از اعضای کنسولگری ایران رو در رابطه با قتل یکی از ایرانیان در ترکیه در چند وقت پیش بازداشت شده. و ما میبینیم خب به هر حال ظاهرا روی کرده اروپا هم در حال تغییر پیدا کردن هست. در یک نگاه اولیه خب این امری طبیعی هست، سیاست ها به اقتضا مثل یک صفحه شطرنج به اقتضای تغییر در واقع شرایط و خب به هر حال آمدن دولت جدید در آمریکا و فضای جدید عوض میشه. اما جمهوری اسلامی همچنان بر همون در واقع مسیر پافشاری میکنه. آیا به نظر شما باز بعد از این هم از طرف اروپا خصوصا ما شاهد نرمشی در مقابل جمهوری اسلامی هستیم که مثلا در شورای امنیت اگر کار برسه به اونجا در شورای امنیت مثل سری قبل در دولت آقای ترام بخوان از در واقع تصویب یک قطعنامه خودداری بکنن یا نه؟ ببینید برمیگرده باز به همون دیدگاهی که توی حاکمیت ایران هست و آقای خامنه ای ترویجش میکنه، گفتمان سازیش میکنه، که مسائل اولا از خب دریچه باز بیشتر نظامی میبینه
به دلیل اینکه خب از ابتدایشون زمانی که انقلاب میشه به هر حال تو وزارت دفاع بوده، نماینده ولی فقیه در وزارت دفاع بوده، با خود قرارگاه خاتم الانبیا که قبلا قرارگاه رمضان بود اصلا مستقیما میگن از خود ریاست جمهوریشون پولشون میداده و حسن نشرش بیشتر با نیروهای نظامی بوده. و زمانی که من یادم میاد که رفته بودن یه بار در دوره ریاست جمهوریشون کره جنوبی برگشته بودم، میگفت که من رفتم اونجا و این ارتش عظیم مثلا الان چند صد هزار نفری اردو بودم اونجا جلوی پیشواشون، اینها مژه هم نمیزدن، اینقدر اینها نظم و انضباط داشتن، یه روی مثلا نظامیگری و یک انضباط مثلا نظامی، یک قباحت نظامی مد نظر ایشون همیشه در امر مملکت داری بوده و تصور میکنه که همه چیز رو میتواند به دست بیاره. ببین ما در جنگ ایران عراق قطعا در مقایسه با جنگ های قبلی حداقل ما بخشی از سرزمین ما نرفت، یعنی تنها جنگی بود که میشه گفت بخشی از سرزمین ایران نرفت، اما واقعیت اینه که ما پیروز هم نشدیم. یعنی ما در همون مقطعی که خرمشهر رو آزاد میکردن و اگر گوش میدادن به حرف مشفقین ملی کشور نازد نبود 6 سال دیگه به جنگه. من بعضی حتی نیروهای اصلاح طلبان خیلی، حالا بعضی از نیروهای اصلاح طلبان مثلا خیلی حالا سالم یا حتی برخن از اپوزیسیون های معتدل میگن 8 سال جنگ تحمیلی. نه 8 سال جنگ تحمیلی نبوده، 6 سالش حداقل نبوده. اینی که دیگه ما میدونیم دیگه، دیگه بعد از فتح چیز خرمشهر هیئت های صلح اومدن. به هر حال این نگاه در درون تفکر و شاهکلی رهبری ایران قرار داره که مسائل رو میشه وقت مثل دوره جنگ مثلا خوب اراده میکردن یه جایی رو فتح بکنن، اما اراده میکردن دست تحت فرماندهی بسیار ورزیده مثل آقای محسن رضایی 40,000 تا جوانهای مردم رو کشتن بده، بعد بیاد صحبت بکنه بگه من این عملیات فریب بود که قبل از ترور سردار سلیمانی خود ایشون گفت بابا یه مطلب در اظهار نظرهای به مسئولین نظامی میگفت، منظورش هم مشخصا خود سردار نظامی، یه مقدار رعایت کنید، همینجوری بی‌محابا تحلیل نکنید، حرف نزنید. شما 40,000 نفر بسیجی رو دادید رو کشتن، جوانای پاک این مملکت رو دادید رو کشتن که عملیات فریب ایجاد بکنید. مسئله ای که چیز هست، این نگاه وجود داره و فکر میکنه که بله نباید نشست تو خونه، باید خب شما ننشستید تو خونه، رفتید به آقای طائب، برادر همین آقای طائب فرمانده قرارگاه عمار میگفت که ما خوزستان را میدهیم که ولی حاضر نیستیم سوریه، نه سوریه را هم از تو میگیرن. الان اینجا سوریه دیگه چند صد بار به شما حمله کرده و شما الان کاری نمیتونید بکنید. شمایی که خواستید سر مرز اسرائیل مگه پای روسیه رو که اونجا باز کردید مگه اجازه خواهند داد که شما از خاک سوریه موشک بفرستید یا موشک به اسرائیل بزنید؟ عراق هم که این وضعیت رو داره، لبنان هم که این وضعیت رو داره. و بعد این تصور بازم بر میگره به اون دیدگاه ساده انگارانه که تصور میکنن که حالا جهان چند قطبیه، همینقدر که اروپا. ببین البته ما این رو باید نادیده نگیریم، در دوره ترامپ با توجه به اون یک جانب گرایانه ای که در خط مشی بین المللیش داشت، سیاست بین المللیش، واقعیت اینه که اروپا هم جا گذاشت و اروپا احساس بی شخصیتی و تحقیر میکرد و از رفتنش هم راضی بود و الان آمده چون دیدگاهی که در درون هیئت حاکمه امریکا بین این دو جناح هست، اون نگاهش بر این که میگه امپراتوری امریکا رو با استقلال و انزوا و ناسیونالیسم امریکایی میشه حفظ کرد، اینها میگن نه با چند جانبه گرایی میشه حفظ کرد، نمیشه جلوی جهانی سازی بگیره، نمیشه جلوی استراتژی گرفت. این در این تعاملات جهانیه که ما میتونیم امریکا رو باز نگه داریم. ببینید یک زمانی خود امریکا به لحاظ اقتصاد دانش بنیان رتبه اول بود، الان سود وردش پایین و خودش جاش سوئد جاش گرفته و امریکا رتبه دوم بود، دوازدهم بود. مسئله این است که به هر حال در خود دوران آقای ترامپ اروپا این احساس داشت، حالا با آمدن بایدن اتفاقا این مرزها برداشته شد و نزدیکی های دیپلماتیک
و همکاری های اقتصادی و همکاری ها در سطوح بین المللی اتفاقا بیشتر شده. شما ببینید نخست وزیر فرانسه است میاد میگه که اگر ما برجام رو جدید رو یعنی امریکا تو برجام بیاد اگر قراره مثلا چیز میشه حتما باید ما مکمل های سیاسی دیگه کنارش بذاریم، حتما باید اسرائیل چیز عربستان بیاد دیگه روش نشد بیاد بگه اسرائیل هم باید بیاد، حتما باید بحث موشک ها مطرح بشه، حتما باید بحث امنیت اسرائیل مطرح بشه. به هر حال اینجا بازار خاورمیانه است هنوز و هنوز اینجا یه بازار 300-400 میلیونی به هر حال به بحث انرژی هنوز در جای خودش بسیار مهمه و اتفاقا الان اجماعی که میتواند دولت بایدن روی تحریم های علیه ایران و روی فشارات خواهیم دید در روزهای آینده به هیچ وجه دیگه نمیتونه روی اروپا برای صحبت چیز بکنه تاکید بکنه. این که حالا در اون مثلا قطعنامه فلان قطعنامه در قطعنامه امریکا رای نداد اروپا تأثیری نداشت، اون با دستورهای ریاست جمهوری و با ابلاغیه‌هایی که به وزارت خزانه داری و وزارت دادگستریش که به اصطلاح اعمال میکرد اونا قوانین جهانی هستن، کدوم شرکت جرأت میکرد بیاد با ایران معامله بکنه و حتی اون پیمان این استکس رو که بستن حتی یک میگفتن یک تراکنش 6 میلیون دلاری را میلیون دلاری یک تراکنش 6 میلیون دلاری تونستن انجام بدن و بعدش ترامپ اون رو هم تحریم کرد و اروپایی ها ول کردن قضیه. الان اتفاقا راه نزدیکی و راه همگرایی فراهمه و فشار رو به شکل شدید بالا میبره و در همین مسیر هم اتفاقا چین هم میره در کنار اینها وای میسه. بحث الان رو بعضی بحث چیز هم هست میگن که آقا بحث میکنه مثلا نه بحث حقوق بشر هم خیلی مطرح نیست، اگه بحث قرار بود بحث حقوق بشر هم خیلی چیز باشه خوب با دو. یعنی الان عربستان، بحرین، کویت اینا که هیچ کدوم که حکومت‌های دموکراتیکی نیستن ولی حداقل حکومت‌های نرمیان و حداقل با نظم جهانی مشکل ندارن و از همه مهمتر اون نزاع و تضاد تاریخی بین عرب و اسرائیل تقریبا داره تمام میشه و اینم بانیش هم خود آقای ترامپ بوده. آقای بایدن و آقای و اتحادیه اروپا آیا یه همچین دستاوردی رو به خاطر ایران کنار میذاره؟ دستاورد نزدیکی عرب و حل تضاد عرب و اسرائیل، حالا مسئله فلسطین به جای خودش محفوظ ولی گام بزرگی برداشتن، پیمانهای امنیتی، پیمانهای دیپلماتیک، پیمانهای اقتصادی. اسرائیل زودتر به سر مرزهای ما رسید. جمهوری اسلامی میخواد با چند جبهه بخواد بجنگه، از لبنان میخواد شلیک بکنه از طریق حزب الله مثلا به اسرائیل، از امارات هم میخواد مثلا امارات رو بزنه، عربستان هم بزنه، بحرین را هم بزنه، همه جا رو بزنه دیگه، منطقه رو میخواد با آتیش بکشه و جهان و اروپا هم بربر وای میسه ما رو نگاه میکنه. نه راهی وجود نداره. اتفاقا اشتباهی که من حالا علاوه این که خیلی شرایط بدی رو آدم برای حکومت تصور میکرد در دوره ترامپ ولی برای نجات خودشون با ترامپ راحت تر میتونستن کنار بیان و امتیاز بگیرن، الان که این آمدن عجله‌ای ندارن، نه اقتصادشون در بحرانه، نه هم پیمانهای منطقه‌ایشون در خطر قرار داره، نه جمهوری اسلامی به معنی این که بخواد نزدیک به بمب هسته‌ای بشه، حالا چه با خرابکاری های به اصطلاح اون ویروس هایی که توی سیستم های اینترنتی میفرستن و خرابکاری های اینترنتی، خرابکاری های دیگه، ترور و حتی انفجار و خرابکاری های فیزیکالی که اصلا هیچ کس منون نباشه از کجا زدن و از کجا رفتن، ترور هایی که شد کجا تونستن، کجا ثابت کردن، کجا انگشت تام رو اسرائیل بردن، الان بجز قضیه آقای فخری زاده که ترور شده بود روی اسرائیل چیز کردن، چون به در این که اگر میگفتن در نتن در کجا در کجا این ترور ها صورت گرفته یا اگر در سوریه این حملات صورت گرفته خب نیاز به واکنش در برابر افکار عمومی خودشون و حداقل در برابر افکار عمومی خودشون باید پاسخگو باشن که بگن آقا ما داریم پاسخگویی که باید دست به حمله متقابل بزنه. بنابراین این من تمام بکنم، این مسئله ای که ایشون تصور میکنه میتواند روی
چیز کنه، در همون سوال اول شما هم خود به خود جوابش میده، یک نوعی آمده بود که جهان رو این دفعه چین میبینن و دوست نزدیک رو چین میبینن، ولی چین هم میتواند و قطعا هم همینطور میشه دوست خوبی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود اگر بخواد به همین رویه جمهوری اسلامی سیاست ورزی بین المللی و منطقه‌ای خودش رو داشته باشه. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی از ایران، که همراه من بودیم. وقت واقعا به پایان رسید. امیدوارم که انشالله در هفته آینده باز هم توفیق باشه در خدمت شما باشم و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ ممنون می‌سپارم. سپاسگزارم و از شما و بینندگانتون خداحافظی می‌کنم. خداحافظ شما. سپاسگزارم.